آیا نمیدانید که شما هیکل‌های خدا هستید؟ خود پولس رسول اشاره می‌کرد که شرط نجات ایمان هست بیایید امروز خودمون رو در دست‌های خداوند قرار بدیم مثل اون گل بگیم ای خداوند تو خالق من هستی این محبت هست که ما رو میشکنه این محبت هست که ما رو به توبه میکشه دوستان عزیز سلام امیدوارم که خداوند شما را در هر جایی که هستید برکت بده فرصتی هست که بار دیگر در خدمت شما باشیم در یکی دیگر از جلسات و دروس مربوط به تعالیم دشوار پولس رسول این جلسه چندومی هست که در خدمت شما هستیم امیدوارم اگر فرصت دارید کتاب مقدس در دست داشته باشید خوب خواهد بود که با هم مطالعه کنیم و همچنین نه فقط در این جلسات که با هم کتاب مقدس رو میخوانیم ولی بتونیم شاگرد کتاب مقدس باشیم در مطالعه و در قرائت کلام خدا در تفکر کلام خداوند در اطاعت کلام خداوند روز به روز به پیش بریم چرا که شناخت خداوند از طریق کلام اوست اگر خداوند رو بشناسیم راه های او اهداف او روش های او را خواهیم فهمید هدف از این جلسات تعلیمی فقط دادن بعضی از اطلاعات و یه دانش مسیحی نیست بلکه یک تشویقی هست برای اینکه چطور بتونیم با خود خداوند آشنا بشیم افکار خداوند افکار ما باشه کتاب مقدس میفرماید که فکرهای ما فکرهای خدا نیست برای همین هست که اگر بخواهیم تمام اسرار کتاب مقدس رو بفهمیم برای اینکه بتونیم بسیاری از تعالیم پیچیده و دشوار پولس و رسول و سایر رسولان و حتی تعالیم عیسی مسیح رو که در بخشی موارد اونها بسیار دشوار هستند رو بفهمیم باید خود خداوند رو بهتر بشناسیم به اون نزدیکتر بشیم و بعد خداوند همه چیز رو برای ما باز خواهد کرد بیایید با فروتنی با توکل به خداوند و با نگرش بر کتاب مقدس بخش دیگری رو و هم مطالعه کنیم از کتاب رومیان مجددا برای شما قرائت خواهم کرد از رومیان باب 11 هم از آیات 32 به بعد زیرا خدا تمام مردم را گرفتار نافرمانی کرده است تا بر همه ترحم هم فرماید دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است هدفهای او غیر قابل درک و راه های او غیر قابل فهم هست زیرا کیست که افکار خدا را درک نموده یا کیست که او را نصیحت کند چه کسی چیزی به خدا تقدیم کرده است تا آن را از او پس بگیرد زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه چیز خداست به او تا ابد جلال باد آمین خدا رو شکر برای این آیات بسیار توانمند و قوی که الوهیت خداوند بزرگی و عظمت خداوند رو به ما نشون میده و از طرفی ضعف ما و نیاز ما رو به خداوند در درک افکار و راه های او نشون میده عنوان این جلسه ای که با هم خواهیم بود در رابطه با نگاه به و پژوهشی به تعلیم دشوار پولس رسول این استش که چطور خداوند همه مردم رو گرفتار کرده آیا خداوند مردم رو گرفتار میکنه یا خداوند مردم را آزاد میکنه مشکل بودن این تعلیم در این هست که مردم دید دیگری نسبت به خدا دارند اما پولس رسول در این آیه از خداوند به گونه دیگر صحبت میکنه در ترجمه دیگه ای که داریم اینطور میفرماید زیرا خدا همه را در نافرمانی بسته است تا بر همه رحم فرماید آیا خدا ما رو بسته؟ آیا خداوند ما رو گرفتار کرده؟ آیا خدا اون هم ما رو در نافرمانی قرار داده؟ این چگونه است؟ تا حالا شنیدیم که خداوند ما را از نافرمانی به اطاعت خود کشیده؟ این تعلیم پولس به چه معنی است؟ اگر در جریان جلسه پیش بوده باشید و اگر با ما جلسه قبل رو توجه کرده و مشاهده کرده باشید یه اشاره کردیم به تاریخ قوم اسرائیل که چطور خداوند در یک بره از زمان اونها در بی قرار گرفتند تا پیغام انجیل به تمام ملل و به تمام امتها برسه یعنی به ترتیبی که بی اطاعتی یک قوم باعث برکت قوم دیگران شد اما اینجا این رو میبینیم که در یک در یک سطح وسیع این عمل داره انجام میشه نه فقط یک قوم بلکه همه مردم در نافرمانی بسته میشن تا بر همه رحمت کرده بشه این به چه معنی هست این اولا شامل حال تمام یهودیان و غیر یهودیان هست شامل تمام همه بنی آدم و بشریت هست معنی این آیات اگر مجددا در جلسات اولیه شاید در جلسه سوم از این سری برنامه ها بوده باشید وقتی که صحبت کردیم از خشم خداوند از غضب خداوند اونجا اشاره کردیم که بزرگترین شاید تنبیه خداوند این بوده باشه که انسان رو در حالت شرارت و اون طبیعت گناه آلود خودش همچنان واگذاره این آیه که امروز خدمتتون قرائت کردم چیزی شبیه همون مطلب هست که خداوند انسان رو گرفتار نمیکنه بلکه انسانی رو که گرفتار هست در گرفتاری خودش اجازه میده بمونه اگر چه اراده خداوند این نیست که ما هلاک بشیم اگر چه اراده خداوند این نیست که ما در نافرمانی بمانیم اما خداوند اجازه میده که ما در نافرمانی و در این زندان اسارت گناه قرار بگیریم تا یک اتفاقی بیفته پولس رسول در این آیات وقتی صحبت از بسته شدن و گرفتاری در نافرمانی میکنه بلا فاصله در آیه بعدی در آیه 33 صحبت از چیزی دیگه میفرماید که دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است حکمت خداوند در پس تمام این هاست عدالت خداوند در پس تمام این آیات است اما این به چه معنی است به این معنی است که کلام خداوند در رومیان باب 3 میفرماید همه مردم گناه کردند و همه از جلال خدا همه از اون شکوه و عظمت و از حضور خداوند محروم شدند قاصر هستند کوتاه آمدند از اون چیزی که میتونه خدا رو خوشنود کنه هیچ کس نمیتونه از اون موقعیت خودش که همه گناه کردند خارج بشه هیچ کس نمیتونه بدون روش الهی موقعیت خودش رو عوض کنه و شریک در اون جلال الهی بشه وقتی کلام خدا میفرماید در این قسمت که برای شما قرائت کردم از پولس رسول که خداوند همه را در نافرمانی گرفتار کرده به این معنی هست که اگر همه مردم جهان گناهکار هستند و دارای طبیعت گناهالو هستند مثل این است که آنها در یک زندان گرفتار هستند و خدا اجازه نمیدهد که اینها از این زندان خارج بشه حتی یک نفر از این زندان خارج نخواهد شد خدا آنها را در بند نگه میداره چرا؟ برای اینکه در زندان از بیرون باز میشه در زندان از درون باز نمیشه اگه زندانیان قادر بودند که از درون در خودشون رو باز کنند که همه فرار میکردن که همه احتیاجی به نگهبان نبود احتیاجی به اون میله ها نبود همه میتونستن راحت از اسارت های خودشون آزاد بشن در زندگی روحانی هم همین هست وقتی کلام خدا میفرماید که همه گناه کرده اند و این گناه رو تشبیه میکنه به یک زندان اگر همه گناه کردند، اگر همه قاصر شدند همه در این اسارت همه در این نافرمانی گرفتارند و نمیتونن بیان بیرون حتی یک نفر شاید در میان تفکرات مختلف در میان ادیان یا در میان اون بینش های مختلفی که در ملل مختلف وجود هست بعضی ها را به عنوان مقدسین بعضی ها را به عنوان کسانی که واقعا متفاوتن با دیگران بشناسیم اما از دیدگاه الهی هیچ انسان مقدس خوانده نمیشه مگه خود خداوند اون رو به قداست دعوت کنه این خداوند هست که ما رو مقدس میکنه این خداوند هست که ما رو آزاد میکنه و این حکمت الهی رو میطلبه اما این حکمت چیست؟ این عدالت چیست؟ این عدالت در این هست که تنها راه آزادی تنها کلید برای آزاد شدن از این اسارت و بندگی عیسی مسیح است پولس رسول به تعلیمی اشاره داره که در او استثنایی وجود نداره پولس رسول با یک قوم مذهبی صحبت نمیکنه صحبت نمیکنه خداپرستان و بتپرستان صحبت نمیکنه مذهبیون با عقلیون صحبت نمیکنه در مورد تفکرات و در مورد اون روش های انسانی همه مردم در یک چیز یکسان هستند و اون گناه است. در تمام اثار، در تمام دوران همچنین بوده اینطور نیست که در دورانهای اولیه گناه کمتر بود و الان در قرن ۲۱ گناه قوقا میکنه. شکل گناه عوض شده از همون آدم و هوا در اولین انسانهای اولیه تا کنون همه در گناه بسته شدند آدم با یک گناه از باغ عدن اخراج شد تفاوت انسانها در اندازه و در تعداد گناهان نیست بلکه در اون طبیعت گناه آلود اونها هستند و این طبیعت اونها رو در اسارت خود قرار داده طبیعتی که نمیتونن خودشون خودشون رو عوض کنند در کلام خدا آیه بسیار زیبایی هست که میفرماید آیا حبشی آیا شخصی که دارای یک پوست تیره ای هست قادر هست رنگ پوست خودش رو تغییر بده با تفکر با قدرت خودش و بعد نتیجه گیری میشه و اون اینه که اگر حبشی نمیتونه رنگ پوست خودش رو عوض کنه به همچنین انسان نمیتونه اون طبیعت گناه خودش رو عوض کنه پس این طبیعت انسان زندان او میشه این دنیای انسان زندان او میشه و آزادی میسر نخواهد شد مگر خداوند اون رو آزاد کنه پولس رسول به یک طریقی بسیار فشرده صحبت میکنه بسیار موضوع رو جدی میگیره بسیار موضوع رو سخت میکنه درش سازش نشون نمیده هیچ چیزی هیچ تفکری هیچ عمل شریعت گانه ای هیچ دعایی نمیتونه در رو باز کنه اگر خداوند این در رو برای ما باز نکنه اما خدا رو شکر که این در با توسط فعالیت های انسانی ما انجام نمیشه بخش دوم آیه زیباست که بخش آیه دوم میگه خداوند همه را در نافرمانی گرفتار کرده تا همه را نجات بده اگر قرار بود نجات یک عمل خارقلاده شخصی بود مسلما افرادی که باهوشتر بودند افرادی که بازوغتر بودند افرادی که زیرکتر بودند راه نجات رو پیدا میکردند و مابقی می ماندند. در این شرایط راه نجات فقط متکی بود بر اون فعالیت های انفرادی بر اون خصوصیت ها و اون شایستگی های انفرادی پس جهان شمول نمیشد نجات میشد انفرادی نجات میشد چیزی شخصی که هر شخص باید خودش راه خودش رو پیدا کنه اما عیسی مسیح تنها راه هست ایشون فهمودن من راه و راستی و حیات هستم و هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید چند لحظه به با ما باشید یه استراحتی خواهیم کرد و دوباره برخواهیم گشت به بخش دوم این تعلیم سلام مجدد در خدمت شما هستیم در بخش دوم از این جلسه از تعالیم دشوار پولس رسول در مورد اینکه چطور خداوند تمام مردم جهان رو در گناه بسته تا بر همه رحمت کنه این تعلیم دشواری بود که در بخش اول یک اشاراتی به اون کردیم یه مقدماتی رو چیدیم به اینکه همه گناه کردن و همه از جلال خداوند قاصر هستند هیچ راه و بیراهی وجود نداره که انسان به طور شخصی یا گروهی اون راه رو پیدا کنه و مابقی رو بگذاره به کنار چرا خداوند میخواد همه رو نجات بده و به این دلیل هست که خداوند همه رو سعی کرده در یک راه نگه داره در نافرمانی همه رو اجازه داده که در زندان گناه و در زندان بی و نافرمانی بمونند تا همه فقط از یک راه خارج بشن و اون راه همونطور که در بخش اول اشاره کردیم عیسی مسیح فرمودند من راه و راستی و حیات هستم و هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. هیچ تفکر، هیچ زرنگ بازی، هیچ هوش، هیچ خلاقه ای نمی تونه راهی رو به وجود بیاره تا انسان از زندان خارج بشه زندان های بسیار قوی ساخته شده در جاهای مختلف دنیا که خیلی مشکل بشه از اونها خارج شد ولی ظاهرا کسانی پیدا میشن که راههایی برای خارج شدن از زندان پیدا میکنن با دادن رشوه به نگهبانان یا نقب زدن و تونل زدن در زیر زندان ها و راه‌های دیگه‌ای که البته من <applause> اطلاعات چندانی در این زمینه ندارم ولی اون چیزی که هست اینه که شاید انسان از زندان های زمینی از زندان هایی که دولت های مختلف در کشورهای مختلف درست میکنن با تمام تکنولوژی که هست شاید یه رای پیدا بکنن خارج بشه ولی از دست خدا نمیشه خارج شد و خداوند همه را بسته حتی یک نفر پیدا نمیشه که راهی به غیر از راه ایسای مسیح داشته باشه و این به این دلیل هست که خداوند به فکر هم است و همونطور که در بخش اول گفتیم اگر هر کس خودش باید خودش رو نجات میداد همه مردم و باقی مردم که از ضعف از ناتوانی های برخوردا بودن چطور اونا میتونستن نجات پیدا کنند خداوند تمام راه ها رو بست تا مردم فکرشون مشغول این ور و اونور نباشه دنبال این و اون نرن و فقط به یک راه نگاه کنن همه بدونن که در نظر خداوند یکسان هستند. خداوند به شایستگی ها یه انسانی نگاه نمیکنه. خداوند بین فرقه‌های مردم و نژادهای مردم تفاوت‌ها نمیگذاره. برای همین هست که رحمت بر همه خواهد آمد اگر همه در شرایط یکسانی قرار بگیرند و همه بر اساس تعلیم پولس در زندان نافرمانی گناه قرار گرفتند. اما نکته جالبی که در آیه آخر بهش اشاره می‌فرماید پولس رسول این است که زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه چیز خداست به او تا عبد لابال جلال باد ما باید با خدا شروع کنیم باید از طریق خدا به کمک خدا ادامه بدیم و به خداوند منتهی بشیم در اینجا هست که پولس رسول میفرمایند که این خدا هست که سرچشمه هست منشأ هست این خداوند هست که مبتکر راه نجات هست این خداوند هست که بازکننده درهای اسارت در انسان هست خداوند مالک هست او خالق هست ما باید قبل از آزاد شدن از هر چیز او را ببینیم نمیتونیم از خداوند سبقت بگیریم نمیتونیم خداوند رو به جا بگذاریم و برای خودمون راه و چاره پیدا کنیم او سرچشمه هست او وسیله هست از او ابتدا شده خلقت به او خلقت به پیش میره و به او ختم میشه در اینجا هست که شاید بعضی از مردم و حتی مذهبیون به این نکته اشاره کنند که چرا شما راه نجات رو تنگ کردید چرا شما فقط در عیسی مسیح این راه رو محدود کردید عیسی مسیح فرمود من در هستم عیسی مسیح فرمودن اگر کسی از من وارد نشه او دوست هست او نجات نمیتونه بیابه او کسی هست که راه اشتباهی رو بر خودش اختیار کرده و او موفق نخواهد شد چرا این محدودیت ها وجود داره به این علت که برای همه به یکسان باشه همه ما به یک نفر نگاه کنیم همه ما در یافتن راه نجات دچار شبه و ابهام نباشیم این محدودیت نیست این شاید بصیرت هست این محدودیت نیست بلکه این تمرکز هست خداوند با حکمت عجیب خودش که پولس رسول در اینجا میفرمایند واقعا عمیق هست افکار خداوند رو ما چطور میتونیم بفهمیم و اون چیزی که در نقشه الهی بود که در عیسی مسیح قرار داد این بود که انسان‌ها به یک نکته و به یک جهت نگاه بکنند در عهد عتیق یک اتفاق تاریخی در قوم اسرائیل افتاد و اون این بود که در بیعتاعتی خودشون در بیابان بودند در زمانی که از مصر خارج شدند که به سرزمین معود وارد بشن این به اطاعتی اونها باعث شد که مارها اونها رو بگزند تنها راه چاره برای شفای این کسانی که مارگزیده بودند خداوند به موسی فرمود که یک مار برنجینی رو درست کنه و اون رو بر سر یک چوب یک نیزه قرار بده و هر کس که به ایمان به این مار برنجین که بر این ستون بر این چوب برافراشته شده بود نگاه می کرد شفا می آف. می بینیم که از همون چیزی که ضربه خوردیم از همون چیزی که مارگزیده بود باید به همون چیز نگاه کرده می شد. امروز راه نجات ما به این نیست که به خودمون نگاه کنیم بلکه به این هست که به عیسی مسیح نگاه کنیم که بر اون چوب بر صلیب خود تمام گناهان ما تمام اون گزیدگی ما تمام اون اسارت و تلخی و موت ما بر او دیده میشه تمام اون تنبیه ما بر عیسی مسیح قرار داده شد تا با نگاه کردن به او بتونیم شفای الهی رو بیابیم خدا رو شکر که خداوند های زیادی قرار نداده تفاوت رو ایجاد نکرده من اینو میشنوم که در فرهنگ ما صحبت به این میکنیم که همه ما یک خدا را میپرستیم همه ما به یک راه میریم همه ما ممکنه از طریق های مختلف میریم ولی همه به یک جا میرسیم این تفکراتی هست که تفکرات انسانی هست تفکرات معقولی هست که از حکمت الهی نیست خداوند فقط یک راه قرار داده خداوند راه نجات رو برای ما معرفی کرده و پولس رسول به یهودیانی که قانون داشتند نه فقط ده فرمان رو داشتند بلکه بیشتر از 600 قوانین و فرایض مختلف داشتند که می‌تونستند با انجام اونها تمام خوب و بد تمام جزیات زندگی خودشون رو برنامه ریزی کنند و مطابق این برنامه به پیش برند راهها و روش‌ها و فرایض مختلف و متفاوت و متعددی رو داشتن. اما به همین قوم میفرماید که تمام این قوانین و فرایز تمام این راه ها بسته است، فقط یک راه باز است. چقدر عجیب هست اما چقدر عزیز و چقدر شیرین هست که خداوند نمیخواد مردم به هلاکت برند. خداوند میخواد بر همه. رحم کند پس خدایی نیست که فرق بگذاره خدایی نیست که ظالم باشه خدایی نیست که بخواد مردم در حلاکت در زندان بمانند خدا میخواهد همه آزاد بشن اما از طریق او از راه های او نه از راه های خودشون در هر جایی که شما کار میکنید یا تحصیل میکنید شما باید به اون روشی ادامه بدید به اون روشی توسل داشته باشید که معلم شما یا اون صاحب کار شما یا کسی که به طریقی اون قوانین رو وعظ کرده باید شما به راه های او برید شما نمیتونید روش های خودتون رو به جای روش های او قرار بدید برای همین هست که پولس و رسول در این آیات به زیبایی میفرماید که کیست که افکار خدا را درک نماده یا کیست که او را نصیحت کند کیست که با خدا به مجادله بشه کیس که راه ای رو به خداوند توصیه بکنه چه کسی چیزی به خدا تقدیم کرده است تا آن را از او پس بگیرد آیا ما چیزی داریم که ارائه بدیم که مورد پسند خداوند باشیم در تمام این پاسخ سوالها پولس رسول می‌فرماید که او سرچشمه او وسیله و او مقصد هست و به او تا عبدالاباد جلال باد خدا رو شکر که خداوند گاهی اوقات و این روش او بوده که به غیر از کمک او به غیر از انایت های او ما به راه دیگه ای نریم انسان ها راه خود زیادی برای خودشون اختراع کردن برای همین هست که در آثار قدیم های زیادی وجود داشت برای هر چیز یک بوتی وجود داشت و مردم واقعا سردرگم از یک بوت به بوت دیگه به دنبال بوت دیگه حتی گاهی اوقات از ملتهای دیگه از کشورهای دیگه بوتهایی رو وارد میکردن صادر میکردن بوتهایی رو اما اون چیزی که از اینه که خداوند تمام این چیزها رو به کنار زده ما به هیچ کدوم از اینها نیازی نداریم ما فقط به یک سرچشمه سرچشمه حیات عیسی مسیح خداوند ما خدای بی‌نظیر ما به اون احتیاج داریم خداوند با شما باد امیدوارم که این نوشتهجات پولس بیشتر از اینکه ما رو به دشواری بیاره بلکه ما رو به یک جدیت بیاره دشواری کلام پولس رسول به خاطر این نیست که ما رو به انتقاد بکشه به این خاطر نیست که زندگی رو به ما سخت کنه بلکه میخواد ما رو به خود بیاره این تعالیم دشوار این بسته بودن در این زندان گناه ما رو به یک غیرت روحانی وارد بیاره غیرتی که ما رو به توبه بکشونه گاهی اوقات ممکنه دلپسند نباشه این حرفایی رو که میشنویم و ما رو غمگین میکنه و ما رو دل سرد میکنه اما کلام خدا میفرماید که غمی که باعث توبه بشه غمی که برای خداوند هست ما رو به خدا نزدیکتر میکنه بیایید عزیزان با هم و دعای ما این باشد که همه مردم این رحمت خداوند رو که بر اونها قرار داده شده بفهمند و از حلاکت نجات پیدا کنند خدا با شما تا جلسه دیگر که در خدمت شما خواهیم بود آمین